آقای دکتر، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون. فکر میکنم مهمترین هدف از سفرتون بازدید از بیمارستان بزرگ جهرمان بود. بله، ما افتخار داشتیم که امروز خب در حمایت جناب آقای دکتر رضایی، رئیس محترم کمیسیون عمران و نماینده محترم مردم جهرمان و خفر و رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رحمانیان، خب به هر حال یکی از بزرگترین بیمارستانهایی که انشالله در همین روز افتتاح میشه در جنوبی کشور در شهرستان جهرم هست، بسیار بیمارستان خوبیه. به هر حال ما بازدیدی که داشتیم جز معدود بیمارستانهایی که بسیار خوب طراحی و درست شده و من فکر می‌کنم بهترین بیمارستانی که واقعا وزارت راه و شهرسازی ساخته. من تا الان بیمارستانش رو دیدم، همه بیمارستانی که ساخته بودن یا در حال ساختن واقعا این بیمارستان رو بسیار عالی ساختن. دست همشون درد نکنه، زحمات خود آقای دکتر رضایی و دوستانی که پیگیری کردن، حالا تو مرحله تجهیز انشالله به زودی هم بهره برداری میشه. در کنارش هم که مرکز خدمات ناباروری هست، واقعا استان فارس خیلی لازم بود که در غیر از مرکز استان ما چند تا مرکز ناباروری داشته باشیم و امروز افتخار داریم فکر کنم تنها مرکز خارج استان، خارج از مرکز استان هست، غیر از خود شیراز فکر کنم شاید تنها مرکزی که خدمات جامعه ناباروری انشالله خواهد داد با این دپارتمان بسیار خوب و جامعه‌ای که توش دیده شده، هم برای خدمات در واقع جراحیشون، انواع خدمات ناباروری، کلینیکاشون و همه و آزمایشگاهشون به طور جامع دیده شده. انشالله این هم راه بیفته میتونه قسمت زیادی از استان فارس دیگه از همینجا خدمات بگیره. انشالله. آقای دکتر، ما امید خیلی زیادی داشتیم با حضور شما چالش‌های تجهیزاتی بیمارستان بزرگ جهرم انشالله برطرف بشه. چقدر امید داشته باشیم انشالله همه این نکات انشالله برطرف بشه؟ انشالله در واقع تمامی تجهیزات رو ما به زودی تقدیم دوستان خواهیم کرد. الان خب قسمت زیادی از تجهیزات اومده، همین تختایی که گذاشتن یا سی تی آنژیو که اومده، دستگاه رادیولوژی، ولی خب سی تی اسکن در واقع 16 اسپیس حتما لازم داره، گرچه سی تی آنژیو گرفتن و همچنین ام ار آی هم جزء لیست هست که انشالله بیاد. وسایل دیگه مونده انشالله ما سعی میکنیم، حالا سی تی در واقع ام ار آی انشالله منتظریم که به زودی وارد بشه که داره کارش انجام میشه، ولی بقیه تجهیزاتی که مونده فکر میکنم بشه که در ظرف یکی دو هفته آینده کامل تکمیلش کرد و نگرانی نباش. انشالله این تجهیزاتی که فرمودید قبل از افتتاح انشالله مستقر خواهد شد. بنا همین انشالله. بعد چقدر انشالله امیدواریم که افتتاح بشه، کی زمان افتتاح رو کی میدونید؟ مهم اینه که بیمارستان در واقع تجهیز کامل بشه. زمان بهره برداریش به نظر من یه مسئله در واقع حالا هست در سطح خود دانشگاه هست که تصمیم گیری بکنیم که چه زمان مطلوب تر هست. حالا یه زمانی در نظر گرفتن، ولی قطعا زمان باید زمانی باشه که بتونه همه این تجهیزات بیاد و مردم احساس بکنن خدمات دیگه میشه. فکر میکنم عجله خاصی نیست، بنا دارید که عجله هست برای راه اندازی، چون بالاخره مردم باید، برای اینکه مردم واقعا برایشون خیلی مهمه، برای اینکه مردم برای کامل تجربه ببینید. بالاخره این بیمارستان بیمارستان مدرنیه، مردم تا الان داشتن از خدمات بیمارستانای مثل پیمانی که بیمارستان قدیمی هست، بیمارستان متحرک قسمت زیادیش باز قدیمی هست و این بیمارستان بیمارستان مدرنیه و هر چیز زودتر بتونیم قسمت زیادی از خدمات مردم رو بیاریم اینجا، نه تنها فقط برای جهرمان، برای همه شهرستان‌ها، که قطعا مردم یه روزم زودتر بیان از این بیمارستان خدمت بگیرن احساس بهتری دارن. منظورم اینه که آقای دکتر صبر می‌کنیم کامل بشه. این دو تا نکته است، یکی بحث بهره برداریه، یکی بحث افتتاح. بهره برداری در اسرع در کوتاه‌ترین زمان ممکن انشالله انجام خواهد، یعنی مریض میتونه بخوابه، حتی زودتر هم اورژانسش راه بیفته، بخشای دیگه راه بیفته، ولی در زمان بحث افتتاح یه مسئله دیگه بالاخره در حد تصمیم گیری استانی و دانشگاه هست که انشالله تصمیم گیری. انشالله. آقای دکتر اجازه بدید من از فرصت استفاده کنم، جهرم رو چطور دیدید؟ صبح آقای دکتر بمانا گزارش دادن به خصوص در مورد کرونا، اتفاقاتی که توی جهرم افتاده، چطور میبینید دانشگاه علوم پزشکی جهرم رو؟ ببینید جزء دانشگاهی بسیار خوبی ماست که به هر حال هم شاخصهای حیاتیش از جهت میزان مرگ میر مادر و باردار، چون ما وقتی ما در مورد دانشگاه قضاوت میکنیم، حالا زیر ساختا یک شاخصه، ولی مهمتر از زیر ساختا شاخصهای حیاتیه و فراینده ارائه خدمت. مثلا اگه مرگ میر مادر و باردار، مرگ میر نوزادان، مرگ میر ناشی از تصادفات، مرگ میر ناشی از کرونا، تعداد خدماتی که برای سکته قلبی، سکته مغزی میدن، اینها شاخصها و سنجهایی است که دنیا میاد هر دانشگاه رو در واقع درجه بندی میکنه و خوشبختانه دانشگاه جهرم
جز دانشگاهی است که واقعا شاخصهای خیلی خوبی داره، یعنی تونسته که قسمت زیادی از دانشگاه دیگه رو جلو بزنه، حتی بعضی از دانشگاه‌های بزرگتر رو جلو بزنه. این نشون میده که به هر حال تیم خوبی دارن اینجا کار میکنن و تونستن که به هر حال برای مردم قطعا اینجوری هست، چون شاخصه نشون میده که خوب دارن کار میکنن، هم تعداد سکته‌های قلبی و مغزی که دارن خدمات میدن، هم برای مادران باردار. خب وقتی که تعداد مرگ و میر نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر هست، نشون میده که به هر حال کارشون خیلی خوبه که به این نتیجه میرسه. آیا تو در مورد بیمارستان دیگه سال دیگه الان توی ذهنم اومد، توی بحث نیروهای تخصصی چقدر حمایت میکنید انشالله؟ حالا ما جلساتی داریم که انشالله یه مقداری الان نیرو متخصص گرفتن، انشالله ما توی توزیع جدیدی که داریم بقیه موارد رو انشالله تکمیلش کنیم.